مایک پومپئو. تهدید از جانب رژیم ایران همچنان باقی است و ما در آماده باش بالا هستیم. موافقت فرانسه با استرداد یک دلال رژیم ایران به آمریکا به جرم قاچاق تجهیزات نظامی. سفیر هند در واشنگتن. هند به واردات نفت از ایران پایان داده است. مایک پومپئو در مصاحبه با CNBC گفت تهدید از جانب رژیم ایران همچنان باقی است. ما شانس خوبی داشتیم که برخی از مسائل تاکتیکی که در برابر ما قرار داشت را مختل کنیم، ولی همچنان در آماده باش بالا هستیم. پومپئو افزود وقتی ما کارزار حد اکثر فشار علیه رژیم ایران را آغاز کردیم، صحبت‌هایی بود که شاید قیمت نفت به 150 دلار برسد. ما از برجام خارج شدیم، اما قیمت نفت الان کمتر از آن موقع است. من امروز صبح که به اینجا آمدم، نفت خام برنت 69 دلار و خورده ای بود. دادگاهی در فرانسه با استرداد یک دلال رژیم ایران به آمریکا به جرم قاچاق تجهیزات نظامی به ایران موافقت کرد. خبرگزاری رویترز با مخابره این خبر افزود، بازرسان قضایی آمریکا به روح الله نژاد به خاطر تلاش برای وارد کردن سیستم‌های ماکروویو قدرتمند ایران از آمریکا مشکوک بودند که می‌تواند برای مصارف نظامی مورد استفاده قرار گیرد. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران 10 اردیبهشت اعلام کرد جلال روح الله نژاد از کارشناسان موشکی رژیم در هوافضای سپاه پاسداران صنایع موشکی سپاه به نام علم الهداست. وی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره چندین شرکت پوششی سپاه پاسداران است و قصد داشت تجهیزات موشکی و کنترل پهپادها را برای سپاه قاچاق کند. سفیر هند در واشنگتن گفت هند به تمامی واردات نفتش از ایران خاتمه داده است. واردان شیرینگلا همچنین گفت هند واردات نفت خود از ونزوئلا را هم خاتمه داد، زیرا خودش را شریک آمریکا می‌داند. روز گذشته نیز ترکیه اعلام کرد خرید نفت ایران را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اینکه ترکیه نیز خرید نفت از ایران را متوقف ساخته استقبال کرد و به خبرنگاران گفت ما خواهان این هستیم که تمام جهان از این تحریم‌ها تبعیت کنند و از دوستان و متحدانمان که آنها را محترم می‌شمارند سپاسگزاریم. Iran has been a very dangerous player, very bad player. دونالد ترامپ طی مصاحبه‌ای گفت رژیم ایران یک نقش‌آفرین بسیار خطرناک و بد بوده است. آنها یک رژیم حامی تروریسم هستند. ما با این مسئله کنار نخواهیم آمد. هر مشکلی در خاورمیانه ایجاد شده بود، شاید فراتر از آن توسط رژیم ایران ایجاد شده بود. آنها پشت تک به تک مشکلات قرار داشتند. ما در نقطه‌ای با 14 حمله مواجه بودیم و آنها پشت هر کدام از آن حمله‌ها بودند. در مورد رژیم ایران ما خواهیم دید که چه اتفاقی می‌افتد. Many different meetings where every single problem caused in the Middle East and maybe beyond, but in the Middle East was caused by Iran. They were behind every single. We had 14 different attacks at one point. They were behind every attack. So we'll see what happens with Iran. No, I don't think we'll need it, but if we need it, we'll be there in whatever number we need. Yes, ma'am. من فکر نمی‌کنم که ما نیاز داشته باشیم نیروی بیشتر به آنجا بفرستیم. ولی اگر نیاز باشد، به هر تعداد که نیاز باشد خواهیم فرستاد. روز پنجشنبه مردم تبریز هم مانند دیگر شهرهای میهن در ماه رمضان برای خرید چند کیلو شکر در صف‌های طولانی و با ازدحام زیاد ایستادند. در بهشهر نیز در ماه رمضان مردم مجبور به ایستادن در صف طولانی برای خرید شکر شدند. ازدحام صف شکر در بهشهر به قدری زیاد بود که منجر به بیهوش شدن یک مادر شد. دوم خرداد 1398 صف شکر. روسریش بزن. اینا وضعیت شکر بود. میبینید؟